یوسف 12 ساله و چوپان بود که انفجار ماین به این حال و روزش درآورد، حال و روزی که تحملش دشوار است و هر کسی از آن بیزار. و اما یوسف که حالا 25 ساله است و به این نابینایی خو گرفته میگوید چاره جز تحمل آن را ندارد و میخواهد با همین درد زندگی کند. یوسف که افزون بر دو چشم یک دستش را نیز از دست داده است، قصه و غصه های زیادی از زندگی دارد. او میگوید حالتش را تنها کسی درک میکند که نابینا باشد و مانند او جوان و با هزاران آرزو و آمال. یوسف که یک سال میشود در مدرسه محلهشان مصروف حفظ قرآن میباشد، میگوید آرزوهای زیادی دارد که رسیدن به آن چشم بینا میخواهد، ولی او که دیگر بیناییش بر نمیگردد میخواهد قرآن حفظ کند و بس. ولی درس میخوانم، درس دینی میخوانم. چی میخوانی؟ قرآن شریف میخوانم. چند سپاره حفظ کردی؟ 3 سپاره. چند سال شده که میخوانی؟ یک سال شده که میخوانم. او میگوید چوپان و دستیار پدرش بود که در یکی از روستاهای ولسوالی اندراب مواجه با مین شد و یک دست و هر دو چشمش را از دست داد. یوسف که یکی از میلیون ها قربانی جنگ در افغانستان میباشد، از رهبران کشور و جامعه جهانی میخواهد تا به این جنگ که هر روز به قربانیان آن افزوده میشود خاتمه بدهند. افغانستان قوم میفهمی که از یک سو طالب میتونه یک سو دولت میتونه که تباه شد رفت. نه دل ما مست که میشی همین صلح شوه، همین اصلاح شوه، باید که همین جنگ نشوه. ما که ما که از دست همین طالب از دست از این دولت از دست تباه شد به خاطر از اینکه میپاشی کرد. ما از این کو کو گشتیم نادان آدم بده ما این دست ما گرفت، نه چه ما خورد انفجار کرد کلا مردم نشو نابود کردن. یوسف مادر، پدر، 5 خواهر و یک برادر دارد، ولی چهره هیچ یک از آنها را به خاطر ندارد. او حتی از تقویم سال و ماه و روز هم چیزی نمی داند و تنها تقویمی که فراموشش نمی شود و هر لحظه به آن فکر می کند 26 ثور 1386 است که انفجار ماین هر دو چشم و یک دستش را گرفت و او را برای همیشه نابینا و ناتوان کرد.